تا اینکه این سوراخی که ایجاد میشه توسط سلول ها ترمیم میشه و وقتی ترمیم شد دوباره پمپ های سدان پتاسیم به کار میفتند و این املاح رو تنظیم میکنن. فکر میکنین چقدر طول میکشه این پروسه؟ تیپیکش بین 2 تا 4 ساعت، ولی از 20 دقیقه تا حد 1 روز، یعنی 1 روز بیشتر نمیشه، در تعریف مینیر قرار میگیره. یه سرگیجه، یه حملهی که معمولا به شدت زیاد هست همراه با تهوع استفراغ، عدم تعادل، که مریض معمولا به بیمارستان ها میکشونه. خب پاتوفیزیولوژیشو فهمیدیم، علائم هم فهمیدیم، حالا باز ببینیم که اگر این مریض رو اوتوسکوپی بکنیم چی میبینیم. باز هم یه چیز غیر طبیعی نمیبینیم، گوش سالمه، چون این اتفاقات داره در گوش داخلی میفته. ولی این افراد هم دچار کم شنوایی و هم دچار وزوز گوش هستن. اگه این مریض رو بفرستیم اودیومتری، اینها اودیومتریشون مشکل خواهد داشت. از چه نوعی؟ از نوع سنسوری نورال. خب اگر فرض بکنیم این حلزونی که باز کردیم در پایین معمولا مقطع و قطرش بیشتره، در اون انتها و در رأس مقطع و قطرش کمتره، اگر ما یک افزایش فشار، افزایش حجم داشته باشیم، کدوم ناحیه بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره؟ درسته در اپکس یا در رأس، چون مقطع کوچه با کمترین حجم فشار خیلی زیاد میره بالا. خب در این ناحیه چه فرکانس هایی در شنیده میشه؟ در اپکس فرکانس های بم یا اصطلاحا فرکانس های زیر یا کم بررسی میشه، در بیسش فرکانس های بالا یا صداهای زیر شنیده میشه. پس اولین فرکانس هایی که درگیر میشن فرکانس های بمه. پس در مراحل اولیه تیپیکی بیماری مینیر لو فرکانسی سنسوری نورال هیرینگ لاس هستش، ولی وقتی بیماری پیشرفت میکنه تمام فرکانس ها رو درگیر میکنه. پس این بیماران با یک کمشنوای از نوع حسی عصبی به ما مراجعه میکنن و این میتونه بازی وجه تمایز بین این بیماری و اون دو تا بیماری قبلی که بهتون گفتم باشه. خب حالا که باز ما در مورد بیماری علائم شناخته، حالا در مورد درمانش. درمان این بیماران به 2 گروه کلی تقسیم میشه. یکی که به اول لایف استایلشون رو تغییر بدن. یعنی چی؟ ما میخوایم، ما درسته که میگیم بیشتر مشکل ما تو باز جذبه، ولی رو اون قسمت شاید خیلی کنترل نداشته باشیم. بیشتر هم و غممون رو میذاریم که تولید این آندولنف رو کم بکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم حجم داخل عروقی رو کم میکنیم. به مریض میگیم نمک نخوره، نمک رژیم غذایش حذف کنه. به خاطر چی؟ چون حجم داخل عروقی احتباس آب به دنبال ایجاد وجود نمک نداشته باشیم، حجم داخل عروقی بالا نره تا فیلتراسیون ما بیشتر نشه. پس نمک رو باید از رژیم غذایی حذف کنه. اگر غذایی که داره کافئین باشه میگیم نخوره. دیدن رژیم الکل بدتر میکنه، در اینچه الکل رو از رژیم غذایش حذف کنه. اگر به غذای آلرژی داره، فود آلرژی داره، حذف کنه. ولی یه نکته خیلی ظریفی هست که بدونید که بیشتر تو زندگی ما این شاید نقش مهمی تر داره داشته باشه، و اون اینه که امکان نداره بیماری یعنی بیماری که مینیر داره حملش دچار حمله بشه، قلبش هیچ استرس، استراب یا یک حمله عصبی قبلش بهش دست نداده باشه. یعنی مسائل روحی، استرس ها شاید نقش عمده در ایجاد این حملات باشه. پس این نکته رو یادتون باشه. حتی گفته میشه که اگر یک فردی یک کار حساس داره که همش دچار استرسه، میگن شغلش رو عوض کنه، چون سرگیجه خیلی علامت بدیه، زمینگیر کننده ایه، نمیتونه کار خودش رو انجام میده و همین که داره به سلامتی خودش صدمه میرسه. پس این در مورد تغییر لایف استایل. در مورد دارو، خب ما خواهیم حجم داخل عروقی رو کم کنیم، میگیم از دیورتیک ها استفاده میکنیم، چون طولانی مدت نباید مصرف کنن. دیورتیک هایی میدیم که کمتر اختلال آب و الکترولیت بدن،
دانچه بیشتر این چیزی که امروز هستن بیشتر تریامترین اچ هست که تجویز میشه. البته تزریق کورتون در داخل گوش هم جز درمان هایی هست که امروز استفاده میشه، ولی بیشتر در حملات مقاوم هست. داروهایی مثل بتاهیستین که اسم جنریکش هست یا انواع خارجی که بتاسرگ گفته میشه، اینها در متاانالیز ها دیدن تأثیری آنچنانی نداره، یعنی با پلاسبو خیلی فرقی نمی کنه. خب یه دسته درمان های دیگه داریم، درمان های جراحی هست. فردی که جواب نمیده، فردی که به درمان ما با فول دوز دارو و رعایت تغییرات لایف استایل بازم جواب نمیده و همچنان حملاتش باقی هست، به این بیمار ما با توجه به میزان شنواییش درمانهای جراحی توصیه میکنیم. اگر مریض شنواییش خوب باشه، به مریض درمانهای مثل دکمپرس ساک آندولف یا قطع عصب وستیبولر رو توصیه میکنیم. قطع عصب وستیبولر باعث میشه مثل نوریت وستیبولر، یعنی وقتی شما فقط قسمت شاخه وستیبولر رو قطع میکنیم، باعث میشه هرچی فشار بره بالا، فشار بیاد پایین، این پالس ها تغییر کنه، چیز مغز مخابره نمیشه، در نتیجه دچار این به قول معروف مشکلات نخواهد شد، دچار سرگیجه نمیشه. اولش سرگیجه پیدا میکنه مثل نوریت وستیبولر، ولی وقتی بازتوانی شد دیگه این تغییرات این پالس از طریق گوش داخلی رو نخواهد داشتن، چه مشکلی نخواهد داشت، یک حالت استیبل پیدا میکنه. ولی اگر شنوایی خوبی نداشت، چون ممکنه اینا به دنبال هر حمله مقداری از سلول های مویی صدمه میبینن، از بین میرن، اینا کم کم شنواییشون اونقدر ممکنه ضعیف بشه که فقط تینیتوس داشته باشن و هیچ شنوایی به درد بخور نداشته باشن، حتی با سمعک نتونن شنوایی مناسبی داشته باشن، اینها ما میریم به قول من عملهای تخریبی انجام میدیم، یعنی مثلا لابیرنتکتومی میکنیم، میریم تمام این رسپتورها رو تخریب میکنیم، از بین میریم که دیگه اصلا دیگه نه آندولنفی وجود داره نه رسپتوری وجود داره که بخواد به مغز چیزی مخابره کنه. ولی اگر باقی مانده شنوایی هم داشته باشه، اون هم از بین میره، چون دوتا سیستم با هم مرتبطن. این در مورد بیماری مینیر. حالا چند کلمه خیلی مختصر هم میخوام در مورد سرگیجه‌های مرکزی براتون صحبت کنم. نکنید سرگیجه‌های محیطی معمولاً مریض دست رو انداخته رو دوش دو نفر با آه و ناله و سرصدا میاد توی اورژانس، خیلی پر سرصداه. ولی در مورد مرکزی معمولاً طرف رو برانکار گذاشتن و میارنش. در انواع مرکزی مریض فقط سرگیجه نداره، علامت های دیگه ای داره، مثل اختلال هوشیاری، ضعف اندام ها یا فلج اندام ها، اختلال تکلم، فلج یا ضعف اعصاب کرانیال، خدمتتون عرض کنم حتی مشکلاتی به صورت دوبینی، اختلال تکلم، اختلال گیت و اینها هم هست. پس مستلزم اینه که شما یه معاینه عصبی خیلی کامل و درست حسابی انجام بدید. خب در این گروه معمولا به خاطر ایسکمی های ساقه مغز هست. ساقه مغز توسط سه زوج شریان که از سیستم بازیلر منشأ میگیرن مشروب میشه. از پایین به بالا بگم، اول اسم مخفف پیکا، posterior inferior cerebellar artery، که معمولا ناحیه بصل و نخاع و پایه که تحتانی مخچه را مشروب میکنه. بعد آیکا، antro inferior cerebellar artery، که بیشتر ناحیه پونز و قسمت گوش داخلی، و در نهایت superior cerebellar artery که ناحیه فوقانی ساقه مغز و mid brain و پایه که فوقانی رو مشروب میکنه. هر کدوم اینا مشکل پیدا کنن واسه باعث اختلال میشه، بیشتر تو دیابتی ها دیده میشه و شایتنش بهش میگن سندروم والنبرگ هست که به علت مسدود شدن پیکا هست، یعنی پوستر اینفریور سربلار آرتری. چه علائمی داره؟ نکته مهمش اینه که تمام علائم در سمت زایه هست، فقط یه علامت در سمت مقابل هست. خب چون بصل و نخاع رو درگیر میکنه، همونجوری در قسمت جلسه قبل گفتم، اینجا
میتونه 9 تا 12 درگیر کنه. پس مریض دیسفونی داره، آسپیراسیون داره، مریض مشکلات حرکت زبان داره، حرکت عضلات SCM و حتی ترابز داره. میتونه حتی این یه مقدار به بالاتر، یعنی تا حتی پونس رو هم مشروب کنه، درنچه اعصاب 5 تا 12 رو میگم احتمالا درگیر بکنه. افراد مختلف فرق میکنه. سندروم هورنر همون سمت رو میده. و خدمت رو عرض بکنم، فقط اون علامتی که سمت مقابل هست، حس عمومی و حس لامسه و دما از گردن به پایین هست که سمت مقابل. برای چی؟ چون این الیاف حسی وقتی وارد نخاع میشن اول کراس میکنن و بعد میان بالا. درنچه وقتی در سطح بالا صدمه میبینن، درنچه اینا چون قبلا کراس کردن سمت مقابل هستش که درگیر میشه. معمولا خیلی پروگنوز خوبی ندارن. اگه این تمرینی کاملا ایسکمی و به شدت کامل چیز بشه، معمولا مریض فوت میکنه. چون همینجوری که می‌بینید در بسال نخاع ما مرکز تنفس داریم و مرکز ضربان قلب و اینا از کار میفته و مریض دچار آپنه و ارست میشه و فوت میکنه. خب امیدوارم خسته نشده باشین. این هم بود از جلسه سرگیجه ما. امیدوارم که مفید واقع بشه و اگر سوالی داشتین خوشحال میشم که در خدمتتون باشم.